Lektion 2. Ich bin Journalistin. Lektion 2. Ich bin Journalistin. درس شماره 2. من روزنامه‌نگار هستم. که به فارسی فکر کنم همون از کلمه ژورنالیست هم میشه استفاده کرد. Was lernen wir heute? Was lernen wir heute? امروز قراره با هم چه چیزی رو یاد بگیریم. Konjugation machen, wohnen, arbeiten und haben. صرف کردن افعال machen یعنی انجام دادن. Wohnen یعنی ساکن بودن. Arbeiten یعنی کار کردن. و haben یعنی داشتن. بعدش über den Beruf sprechen. Über den Beruf sprechen. بعدش قراره با هم دیگه راجع به یک سری از شغل ها صحبت کنیم و یاد بگیریم که چجوری میتونیم راجع به شغل خودمون با شخص دیگری صحبت کنیم. Über persönliches sprechen. Über persönliches sprechen. بعد از اون قراره با هم دیگه ببینیم که چجوری میتونیم راجع به یک سری از موارد شخصی با یک شخص دیگری صحبت بکنیم. و در آخر einen kurzen Text über sich schreiben. Einen kurzen Text über sich schreiben. و در آخر قراره با هم یاد بگیریم که چجوری میتونیم یک دونه تکست کوچک یک دونه تکست کوچیک راجع به خودمون بنویسیم. شروع میکنیم با صرف کردن فعل machen. فعل machen یک دونه فعل با قاعده هست که در ویدیوی شماره 1 توضیح دادم فعل های با قاعده رو چجوری میشه صرف کرد. اگر نمیدونید که دقیقا باید چجوری این کار رو انجام بدین، حتما در ویدیو شماره 1 لطفا این رو نگاه کنید. بریم که با هم دیگه فعل machen رو صرف کنیم که یک دونه فعل خیلی مهم در زبان آلمانی هست و خیلی چیزها رو میشه باهاش گفت. Ich mache. من انجام میدم. Du machst. تو انجام میدی. Er یعنی او مذکر، زی یعنی او مؤنث و اس یعنی او خنسا. مخت انجام میدهد. ویر مخن ما انجام میدهیم. ایر مخت شما انجام میدهید. زی مخن آنها انجام میدهند. و زی مؤدبانه مخن یعنی شما انجام میدهید. بریم سراغ فعل بعدی. اون هم از فعل وونن که همونطور که گفتم معنیش ساکن بودن رو میده. ich wohne. من ساکن هستم. du wohnst. تو ساکن هستی. sie es wohnt. او ساکن هست. wir wohnen. ما ساکن هستیم. ihr wohnt. شما ساکن هستید. sie wohnen. آنها ساکن هستند. و sie مؤدبانه wohnen یعنی شما ساکن هستید. دوستان فعل wohnen هم همونطور که ملاحظه کردین فعل با قاعده هست. فعل بعدی arbeiten یعنی کار کردن. ich arbeite. du arbeitest. sie es arbeitet. wir arbeiten. ihr arbeitet. sie arbeiten. یعنی من کار میکنم، تو کار میکنی، او کار میکند، ما کار میکنیم، شما کار میکنید، آنها کار میکنند و شما مؤدبانه کار میکنید. دوستان اگه توجه کرده باشین برای دو، برای شخص دوم زینگولا، اینجا در پرسونال اندونگش یک دونه ای اضافه شده. گفته بودیم که برای افعال با قاعده، برای اندونگ در صرف کردن فعل برای دو فقط اس و ت میاد. اینجا چرا یک دونه ای هم اومده؟ این کار انجام شده به دلیل اینکه اگر این ای نبود تلفظ این کلمه و این فعل خیلی سخت میشد. اون وقت بعد میگفتیم arbeitest که خیلی سخت می بود. برای همین یک دونه ای اینجا اومده
که بتونیم راحتتر تلفظ کنیم این فعل رو. Du arbeitest. فعل های دیگری هم هستند که برای شخص دوم در سینگولار همینجوری صرف میشن. اون فعل ها رو من اینجا نوشتم. مثل reiten که میشه اسب سواری کردن، که در واقع سوار هر حیوان دیگه ای هم شدن همین reitenه. مثلا یه دونه خر رو هم میشه reiten کرد. مثل leiten که میشه مدیریت کردن و مثل begleiten که میشه همراهی کردن. پس فعل هایی که آخر وربشتمشون، وربشتم گفتیم این ریشه اصلی فعل، این تیکه که مشکی نوشتم، افعالی که آخر وربشتمشون یه دونه تی دارن، برای صرف کردن فعل برای نفر دوم اول پرسونال اندونگش یه دونه ای میاد. همینجوری که اینجا برای آرویتن گذاشتم، برای غایتن و لایتن و بگ لایتن هم مثال میزنم که میشه دو غایتست، دو غایتست، یا برای لایتن دو لایتست، یا برای بگ لایتن دو بگ لایتست. فعل آخری که امروز قراره با هم یاد بگیریم هستش هابن، که همونطور که گفتم میشه داشتن. دوستان هابن یک فعل بیقاعده هست که بیقاعده بودنش رو در صرف کردن فعل برای نفر دوم و سوم سینگولار نشون میده. بریم با هم ببینیم که چجوری صرف میشه. ich habe، من دارم. du hast. er sie es hat. wir haben. ihr habt. sie haben. همونطور که مشاهده کردین برای من و ما و شما و آنها و شمای مؤدبانه صرف کردنش دقیقا مثل افعال باقاعده بوده. چیزی که فرق میکنه دو و ایا و زی و اس هست. دو هست و ایا زی اس هت، که این باید همینجوری حفظ بشه. دوستان بریم سراغ باقی درس. دوستان من براتون امروز هم یه دونه تمرین آوردم. در اینجا شما 4 تا ویزیتن کارت مشاهده میکنید. ویزیتن کارت یعنی کارت ویزیت 4 تا شخص مختلف. من براتون الان یکی پس از دیگری 4 تا تکست میخونم و ازتون خواهش میکنم خوب گوش کنید و به من در آخر بگین که کدوم یکی از این تکست ها مربوط به کدوم یکی از این ویزیتن کارت هایی که الان مشاهده می کنین به هم ربط دارن. بریم با هم تکست اول رو گوش کنیم. Ich bin 50 Jahre alt. Ich lebe in München. Ich bin geschieden. Ich habe ein Kind. Ich bin Ingenieur. خب این تکست شماره 1 بود. فکر میکنید این مربوط به کدوم یکی از این کارت ها میشه؟ لطفاً برام توی چت این بغل یا در کامنت ها بنویسید. خب بریم سراغ تکست دوم. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Österreich. Ich wohne in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe keine Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei Mediano. خب این تکست مربوط به کدوم یکی از این کارت ها میشه دوستان؟ A, B, C یا D؟ لطفاً در این گوشه در چت یا اینکه پایین در کامنت ها بنویسین که تکست شماره 2 مربوط به کدوم یکی از این حروف میشه. خب بریم سراغ تکست شماره 3. Ich wohne in Köln. Ich bin 23. Ich bin single. Ich bin Grafikerin und arbeite bei Hintu. خب این تکست شماره 3 مربوط به کدوم یکی از این حروف میشه دوستان؟ این رو هم لطفاً برام بنویسید. بریم سراغ تکست شماره 4.
Ich komme aus der Schweiz und wohne in Münster. Ich bin verwitwet und habe ein Kind. Ich arbeite bei Haricoo und bin Praktikant. خب دوستان تکست شماره 4 مربوط به کدوم کارته؟ اگر میشه این رو هم لطف کنید برام در چت این بغل یا در کامنت ها پایین ویدیو بنویسید. دوستان میخوام اینجا ازتون خواهش کنم که اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد و کانال من رو هنوز سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو الان انجام بدین. خیلی ممنونم. Über den Beruf sprechen. صحبت کردن راجع به کار. چجوری میتونیم از کسی بپرسیم که چه کاره هست؟ میتونیم بگیم Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? یعنی شما شغلتون چیست؟ و اگر میخوایم تو بگیم میگیم Was bist du von Beruf? و یا میتونیم بپرسیم Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? یعنی شما چه کاره هستید؟ و اگر بخوایم بگیم تو میگیم Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? یعنی تو چه کاره هستی؟ و در جواب میشه گفت Ich bin Schülerin. Ich bin Schülerin. یعنی من دانش آموز هستم. Ich bin Student. Ich bin Student. یعنی من دانشجو هستم. Ich arbeite als Lehrerin. Ich arbeite als Lehrerin. یعنی من معلم هستم. Ich arbeite bei der Deutschen Post. Ich arbeite bei der Deutschen Post. یعنی من در پست آلمان کار میکنم. دوستان توجه کنید که من اینجا دو تا کلمه رو سبز نوشتم. یکی کلمه als و یکی کلمه bei. به این دو کلمه در زبان آلمانی میگن پرپوزیسیون که میشه حرف اضافه. حرف‌های اضافه در زبان آلمانی کاربردهای خیلی زیادی دارن که خواهیم در آینده دید. در این جمله فقط بدونید که معنی als میشه به عنوان و by میشه در. هر وقت شما خواستید به کسی بگین چه کاره این، باید همیشه از پرپوزیسیون als، حرف اضافه als استفاده کنید. مثلا همونطور که گفتم ich arbeite als Lehrerin یا ich arbeite als Bäcker nun war als Koch آشپز als Ingenieur یعنی مهندس. و هر وقت خواستیم به آلمانی بگین که کجا کار میکنید باید از پرپوزیسیون بای استفاده کنید. Ich arbeite bei der Deutschen Post یا by Apple در شرکت اپل یا by Aldi برای Aldi بر شرکت Aldi. پس مهم اینه که بدونید als استفاده میکنید وقتی که میخواین بگین شغلتون چیه و از by استفاده میکنید وقتی که میخواین بگین کجا کار میکنید. Ich mache eine Ausbildung bei als. مثلا ich mache eine Ausbildung bei Google als Webdesigner. من یه دونه آسپیلونگ در شرکت گوگل به عنوان ویب دیزاینر انجام میدم. Ich mache ein Praktikum bei als. مثلا ich mache ein Praktikum bei Aldi als Verkäufer. پرکتیکوم یعنی یک دوره کاری که معمولا خیلی کوتاه است، برای چند هفته یا چند ماه هستش
که آدم میره در یک شرکتی و با یک کاری آشنا میشه. معمولا اگر پرکتیکوم از مدرسه باشه مجانیه و اگر آدم از دانشگاه بخواد بره پرکتیکوم بکنه یک پول کمی از شرکت میگیره. در واقع برای اینه که آدم ببینه آیا از یک کاری خوشش میاد یا نه، اونجوری که فکر میکرده اون کار هست یا نیست. برگردیم به جمله. Ich mache ein Praktikum bei Aldi مثلا als Verkäufer. من یک دونه پرکتیکوم در شرکت آلدی به عنوان فروشنده انجام میدم. Ich habe einen Job als Kellner مثلا. Ich habe einen Job als Kellner. من یک کار به عنوان گارسون دارم. دوستان جاب معمولا یک کاریه که آدم براش درس نخونده و اون کار رو یاد نگرفته، یعنی دانشگاه نرفته برای اون کار یا آسپیلوم ندیده برای اون کار، و یک کاریه که آدم برای مدت کوتاهی قرار انجامش بده. مثلا کسایی که دانشجو هستن و بغل دانشگاه کار میکنن به اون کاری که انجام میدن جاب بهش میگن. یا مثلا شما میخواین در واقع دوره آسپیرولوژی ببینین، برای قبلش دارین برای مدت کوتاهی مثلا در آشپزخونه کار میکنید، به اون میگن جاب. دوستان حتما متوجه شدین که من برای یک سری از شغلها، حالا دانش آموز بودن رو نمیشه بهش گفت شغل، ولی حالا بگیم مثلا شغله، چرا برای بعضی ها ای ان دادم، برای استودنت که میشه دانشجو ندادم، بعد دوباره لیاقین یه دونه ای ان داره آخرش. برای چی این اینطوریه؟ بریم ببینیم که چرا بعضی وقتا ای ان هست و بعضی از وقتها نیست. این گوشه رو تماشا کنید، توی این ستل، توی این کاغذ کوچولوی زرد این گوشه. دوستان شغل ها در زبان آلمانی مذکر و مؤنث دارن. بستگی به این داره که اون کسی که داره اون شغل رو انجام میده مرد هست یا زن. مثلا Der Student، دانشجویی که مرده. Der Lehrer، معلمی که مرده. Der Kellner، گارسونی که مرده. Der Arzt، دکتری که مرده. و شغل مؤنث وقتی استفاده میشه که اون کسی که داره یک کاری رو انجام میده، اون شغل رو انجام میده، زن باشه. مثلا دی ارستین، دکتری که زنه. دی فریزورین، آرایشگری که زنه. دی فرکایفرین، فروشندهی که زنه. دی آرکیتکتین، مهندس معماری که زنه. دی شاوشپیلرین، بازیگری که زنه. معمولا شغل‌های مؤنث یک دونه اندونگ ای ان می‌گیرن، در آخرشون یک دونه ای ان اضافه میشه، یعنی همون شغل مذکر رو برمی‌داریم و یک دونه ای ان بهش اضافه می‌کنیم که میشه شغل مؤنث. Der Student، die Studentin. Der Lehrer، die Lehrerin. Der Kellner، die Kellnerin. بعضی وقتا هم فقط یه دونه ای ان نیستش که آخرش میاد، بلکه کلمه یک مقدار عوض میشه. مثلا der Arzt، die Ärztin، که این اولش هم umlaut اومده، a umlaut اومده و یه دونه ای ان آخرش. خب تا اینجا یاد گرفتیم که راجع به شغلمون بتونیم با کسی حرف بزنیم، حداقل بتونیم بگیم که چه کاره هستیم. بریم über persönliches sprechen، یعنی راجع به چیزهای شخصی صحبت کردن. شروع می‌کنیم با پرسیدن سن یک شخصی. وی alt bist du؟ یا وی alt sind sie؟ که میشه تو چند سالته یا شما چند سالتونه. جواب ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. من 20 سالم هست. دوستان این دو تا جمله جز جمله هایی هستن که نمیشه مو به مو و کلمه به کلمه به فارسی معنیشون کرد، چون که اگه میخواستیم این کار رو بکنیم وی alt bist du یعنی چقدر پیر هستی تو میشد. سوال بعدی که میشه پرسید که جز به سوال شخصیه هستش، وی
ist Ihr Familienstand? Wie ist Ihr Familienstand? Familienstand یعنی وضعیت تأهل. پس وضعیت تأهل شما چیست؟ Ich bin single. یعنی من سینگل هستم. من سینگل هستم. من پارتنری ندارم. Ich bin vergeben. Ich bin vergeben. یعنی من این دقیقا متضاد سینگله. سینگل یعنی من پارتنر ندارم. فرگیبن یعنی من پارتنر دارم. حالا اون شخصی که باش هستم نباید حتما کسی باشه که باش ازدواج کردم. Ich bin vergeben معنیش به اینه که من با کسی هستم. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. یعنی من متأهل هستم. من ازدواج کردم. Wir sind nicht verheiratet, aber wir leben zusammen. Wir sind nicht verheiratet, aber wir leben zusammen. ما ازدواج نکردیم ولی با هم زندگی میکنیم. دوستان کلمه nicht یک دونه نگاسیونه که برای منفی کردن یک جمله به کار میره. دقیقا چجوری به کار میره و کجای جمله میاد و جمله چجوری عوض میشه؟ همه اینها رو خواهیم در آینده دید و من براتون اینها رو همه رو توضیح میدم. اینجا در درس دوم فقط کافیه که بدونید Wir sind nicht verheiratet یعنی ما ازدواج نکردیم. پس اگر بود Wir sind verheiratet یعنی ما ازدواج کردیم و Wir sind nicht verheiratet یعنی ما ازدواج نکردیم. جملمون رو منفی کرد. و دوستان فعل leben regelmäßig هست و مثل افعال دیگه‌ای که با قاعده هستن صرف میشه. Ich bin geschieden. Ich bin geschieden. یعنی من طلاق گرفتم. Ich bin verwitwet. Ich bin verwitwet. یعنی شوهر من فوت کرده. یعنی که زن من فوت کرده. یعنی من بیوه هستم. یعنی Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? یعنی شما بچه دارید؟ Nein. Ich habe keine Kinder. Nein. Ich habe keine Kinder. یعنی نه من بچه ندارم. دوستان کلمه keine هم یک نگاسیون دیگه هست که منفی کننده است و باز هم میگم اینجا برای درس دوم کافیه که بدونید Nein, ich habe keine Kinder یعنی نه من بچه ندارم. بعدها خواهم توضیح داد که keine قواعدش چجوریه. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe ein Kind. بله من یک بچه دارم. Haben Sie Kinder? شما بچه دارید؟ Ja, ich habe zwei oder mehr Kinder. بله من دو تا یا حتی بیشتر بچه دارم. Oder mehr یعنی یا بیشتر. خب دوستان پس تا اینجا یاد گرفتیم که چجوری راجع به یک سری از مسائل شخصی صحبت بکنیم. بریم یک دونه شتک بریف، یک دونه تکست کوچیک راجع به خودمون بنویسیم. Einen kurzen Text über sich schreiben. با این کاستن زرد شروع میکنیم این گوشه. Vorname Carlos. اسم کوچیک Carlos. Familienname Santos. اسم فامیلی Santos. Herkunft Spanien. کشوری که ازش کارلوس میاد اسپانیه. تکون فکر کنم میشه اصل و نسب. Wohnort Köln. جایی که در اون ساکن هست کارلوس هستش Köln. Wohnort یعنی محل سکونت. Beruf یعنی شغل همونجور که یاد گرفتیم. Beruf Student. کارلوس دانشجو هست و Job als Kellner و
و یک دونه کار داره به عنوان کلنر، به عنوان گارسون. Alter 25. سن 25. Familienstand یعنی تأهل، ledig. کارلوس ازدواج نکرده. دوستان اینجا بگم قبلا داشتیم سینگل. سینگل یعنی کسی که پارتنر نداره. و لیدیک کسیه که شاید پارتنر داشته باشه، یعنی با کسی باشه ولی ازدواج نکرده. کیندر یعنی بچه ها. کاینه کیندر یعنی کارلوس بچه نداره. بریم تکستی که کارلوس راجع به خودش نوشته رو با هم ببینیم. ایش هایسه کارلوس زانتوس. من کارلوس زانتوس نامیده می شوم. ایش کامه اوز شپانین. من از اسپانیا میام. اوند وونه این کلن. و در کلن ساکن هستم. در کلن زندگی می کنم می تونیم بگیم. و یه کار دارم به عنوان گارسون. ایش بین 25 یاره الت. من 25 سالمه. لیدیگ اوند هابه کاینه کیندر. لیدیگ گفتیم ازدواج نکردم و بچه ندارم. اوند هابه کاینه کیندر و بچه ندارم. دوستان من براتون یک ویدیو دیگه درست کردم که در اون شماره ها رو از 1 تا 100 گذاشتم و اگر دوستان شماره ها رو یاد بگیرین روی اون لینکی که این بالا سمت راست هست کلیک کنید و در اون ویدیو شماره ها رو میتونید یاد بگیرید. دوستان از این که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین ازتون خیلی متشکرم. امیدوارم که تونسته باشم با این ویدیو کمکتون بکنم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.